سلام خوش اومدید به کلاس درس در دو ویدیوی قبل با هم دیگه با قانون اول و قانون دوم نیوتن آشنا شدیم و امروز میخوایم بریم با هم به سراغ قانون سوم نیوتن قانونی که در عین اینکه شاید بشه گفت ظاهرش معصوم ترین ظاهر هست بین قوانین نیوتن و خیلی ساده به نظر میاد به نظر من از لحاظ فیزیکی عمیق ترین قانون نیوتن هست و فهمش یک مقداری مشکل امروز میخوایم با هم با مثال های زیادی که عکس هاشون رو هم من اینجا آوردم این قانون رو با هم دیگه خیلی خیلی خوب بفهمیم خب بریم قانون رو یک بار از رو بخونیم قانون سوم نیوتن میگه که هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیز به جسم اول نیروی هم اندازه همراستا و در خلاف سوی آن وارد میکند این یعنی چی؟ بذارید من این حرف کتاب درسی رو ترجمه بکنم این داره میگه که فرض بکنید من یک مثلا سنگ دارم که روی یک قطعه یخ قرار گرفته و بعد من اینجا وای میستم پس این منم و من شروع میکنم به هل دادن این سنگ با نیروی F قانون سوم نیوتون داره به من میگه که نه تنها من دارم این سنگ رو هل میدم با نیروی F که اون سنگ هم داره دقیقا من رو هل میده و با همین نیروی F هم حل میده و دقیقا همراستای نیروی F حل میده اما در خلاف جهتی که من بهش نیرو وارد کردم بنابراین یک عکس عملی داره به این نیرو میگن نیروی واکنش و قانون سوم نیوتن بعضی وقتا به قانون کنش و واکنش معروف هست و در نتیجه سنگ داره به من دقیقا نیروی برابر با اون و در جهت عکس وارد میکنه حالا شما ممکنه بپرسید که محمد ما داریم الان اثر این نیروی تو رو میبینیم یعنی تو داری جرم رو روی این یخ با یک سرعت وی که البته شتاب هم داره طبق قانون دوم حرکت میدی اثر این نیرو چی از چه شاهد مشاهده ای تو داری میگی که یک چنین نیروی وجود داره و من میگم بیاید الان با هم اصلا یکی آزمایش بکنیم هم من و هم شما دستتون رو محکم روی میز یا روی زمین فشار بدین همینجوری سعی کنید نیرو رو زیاد بکنید الان شما دارید به زمین نیرو وارد کنید. من هم دارم همین کار رو الان میکنم و, و میبینید که دستتون کم کم داره درد میگیره این درد گرفتن دست علتش فقط میتونه یک نیرو باشه یعنی باید یک فشاری روی دست شما باشه یک نیرویی به دست شما وارد بشه که دست شما درد بگیره و اون درد گرفتن دقیقا شاهد همین نیروی عکس عملی هست که زمین یا میز داره به دست شما وارد میکنه یک مثال جالب دیگه از قانون سوم نیوتن در فیزیک الکتریسیته و مغناطیس هست اگر الان پیش دانشگاهی باشید و دارید این ویدیو رو میبینید از سال قبل حتما یادتون هست که یک بار مثبت و یک بار منفی همدیگر رو جذب میکردن و مثلا این بار مثبت داره به این بار منفی یک نیروی وارد میکنه و این بار منفی رو به سمت خودش جذب میکنه قانون سوم نیوتن بدون اینکه لازم باشه من نیروی وارد بر بار مثبت از طرف بار منفی رو اندازه بگیرم داره به من میگه که دقیقا نیروی برابر با این نیرو همراستای با این نیرو اما در خلاف سوی آن از طرف بار منفی داره به بار مثبت وارد میشه یعنی قانون سوم نیوتن بدون هیچ تلاشی برای محاسبه بیشتر به من میگه که تو اگر این نیرو رو به دست بیاری این نیرو رو هم عملا داری خب حالا بریم سراغ یک مثال دیگه مثلا این چکشی که من اینجا دارم ببینید وقتی که شما با چکش میکوبید روی میخ و میخ داخل دیوار فرو میره عملا دارید از طرف چکش به این میخ یک نیرو وارد میکنید که میتونید بگید این نیرو اندازش مثلا برابر هست با نیر F یا مثلا F چکش این چه هست تاریک شد شما نمیبینید به میخ پس F چه می گذاشتم اسمش رو مثلا قانون سوم چیزی که همین الان ما هم یاد گرفتیم داره میگه که دقیقا نیروی برابر با همین نیرو از طرف میخ به چکش داره وارد میشه یعنی چکش هم داره دقیقا نیروی برابر با همون نیرویی که به میخ وارد میکنه رو تحمل میکنه و من اسمش رو میذارم اف میخ به چکش خب باز هم همون سوال شما ممکنه بپرسید که چه شاهدی برای این نیرو داری من این نیرو رو دارم شاهدش رو میبینم میخ داره داخل دیوار فرو میره چه مشاهده ای من دارم که این نیرو رو بپذیرم و من میگم که خب مگه شما نمیبینید که چکش داره با سرعت وی به سمت میخ حرکت میکنه یا با هر سرعتی اصلا داره با شتاب مثلا به سمت میخ حرکت میکنه وقتی که میکوبید به میخ چکش متوقف میشه یعنی یک شتاب منفی در حقیقت یک شتابی در این راستا برای چکش به چکش وارد میشه و طبق قانون سوم نیوتن باید یک نیرو قانون دوم نیوتون باید یک نیروی وارد شده باشه که این شتاب منفی پدید اومده باشه و اون نیرو نیرویی نیست جز نیرویی که میخ داره بر چکش وارد میکنه چون ما اینجا دیگه هیچ نیروی دیگه ای نداریم در این مسئله حالا میتونیم بریم سراغ یک مثال هیجان انگیزتر که خودتونم میتونید آزمایش بکنید میتونید برید یک بادکنک رو بردارید باد بکنید با من مطمئنم ازتون اصلا تجربه این آزمایش رو دارید و وقتی که سر بادکنک رو ول میکنید و باز از سر بادکنک میبینید که بادکنک حرکات عجیب و غریبی میکنه و با صداهایی که تولید میکنه دور اتاق یا خونه میچرخ و یک جا متوقف میشه چی میشه که بادکنک اینجوری حرکت میکنه شما که بهش نیروی وارد نکردید شما فقط سر بادکنک رو رها کردید داستان از این قراره که این ذرات هوایی که با فشار داخل این بادکنک قرار گرفتن و در حقیقت خیلی چگالتر از هوای بیرون هستن وقتی که شما باز میکنید در بادکنک رو توسط جداره بادکنک به بیرون پرتاب میشن همین فشارهایی که همین فلش که در حقیقت میبینید و وقتی که بادکنک داره این ذرات هوا رو با فشار به بیرون پرتاب میکنه یعنی بهشون نیروی در این ها وارد میکنه طبق قانون سوم نیوتون ذرات هوا و اون ذراتی که دارن خارج میشن هم به بادکنک نیروی دقیقا در جهت عکس و برابر و همراستا وارد میکنن و بنابراین بادکنک شما شروع میکنه به حرکت کردن چون داره بهش نیرو وارد میشه و در نتیجه طبق قانون دوم نیوتون شتاب میگیره و حرکت میکنه خیلی هم سبک هست بادکنک بنابراین نیرو خیلی راحت میتونه حرکتش بده و نکته جالب در مورد این مثال این هست که دقیقا همین اتفاق داره در مورد راکت هایی که یا موشک هایی که به فضا پرتاب میشه رخ میده یعنی دقیقا نحوه حرکت موشک به این شکل هست که موشک که خب هیچ نیروی خاصی از بیرون بهش وارد نمیشه هر چیزی هست خود موشک هست دیگه کاری که موشک میکنه اینه که این ذراتی که در حقیقت اشتعال خیلی راحت مشتعل میشن و آتیش میگیرن رو با فشار به سمت بیرون پرتاب میکنه و بنابراین موشک من به این ذرات با فشار یک نیروی در این راستا بذارید من با خط صاف بکشم که شکل تمیز باقی بمونه در این راستا یک نیرو وارد میکنه پس یک F در این راستا داره به این ذرات قابل اشتعال موشک وارد میشه و اونها محکم و با شدت به بیرون پرتاب میشن و وقتی که موشک به این ذرات این نیرو رو وارد میکنه درست مثل اتفاقی که در بادکنک افتاد اون ذرات هم به موشک نیروی برابر همراستا و در جهت عکس اون نیروی اولیه یعنی این شکلی وارد میکنن و بنابراین موشک به طرف عکسی که نیرو خودش به اون ذرات وارد کرده حرکت میکنه که اینجا به سمت بالا هست پس میبینید که این قانون خیلی ساده و تقریبا یک خطی نیوتون داره یکی از اصلی ترین تکنولوژی های قرن اخیر رو عملا روش کنترل میکنه و حالا خواهیم دید که چه کاربورت های خیلی زیاد دیگه هم قانون سوم نیوتون البته کاربورت های یک مقدار سهل تر از موشک جنگی البته این موشک موشک فضاپیما است پس این هم خیلی کاربرد خوبی هست خب آخرین مثالی که میخوایم با هم تحلیل بکنیم که یک مثال خیلی خیلی جالب هست این فضانورد هست در فضا که میدونید فضانورد ها یک ارتباطی به وسیله این فلز و اون سفینه که در اون قرار دارن دارن به این دلیل که به راحتی نمیشه روی فضا تکون خورد بده چون نیروی گرانشی وجود نداره عملا حالا بیایید فرض بکنیم یه اتفاق تلخ میفته و این ارتباط قطع میشه و در نتیجه این فضانورد من در فضا معلق میشه. چند لحظه ویدئو رو متوقف بکنید و با خودتون فکر بکنید که این فضانورد چه راهی میتونه داشته باشه برای اینکه به طرف این سفینه حرکت بکنه وقتی که در فضا معلق هست. خب حالا با فرض اینکه شما خودتون فکر کردید من میخوام راهش رو بگم. این فضانورد خب روی لباسش کلی جنس و جرم و چیزهای مختلف داره میتونه یک چیز خیلی سنگین با جرم بالا رو بگیره دستش و بعد این رو با فشار مثلا فرض کنید روی دستش باشه با تمام نیرویی که میتونه به یک جهتی پرتاب بکنه مثلا به این جهت پرتاب بکنه در این صورت با اینکه هیچ چگالی ببخشید هیچ گرانشی در فضا وجود نداره از طرف زمین طبق قانون سوم نیوتون این جرم هم به فضانورد من نیروی دقیقا برابر با نیرویی که فضانورد به اون جرم وارد کرده اما در جهت عکس وارد میکنه و فضانورد من در این جهت بهش نیرو وارد میشه طبق قانون دوم نیوتون در این جهت به سمت سفینه حرکت میکنه و ما امیدواریم که بتونه یک چیزی رو پیدا بکنه و به سفینه متصل بشه فعلا خدافظ